واقعا استرس دارم، ولی بریم واسه اولین رید پیک فیفا 22. لیتس گو. سلام بچه‌ها، من دنی پینک پنم و خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل دنی پینک پن فیفا. خب آقا، امروز اومدیم سراغ اولین جوایز ویکند لیگ فیفا 22 و اولین سری ویکند لیگ رو می‌خوایم جوایزشو الان اینجا باز بکنیم، ببینیم که واسمون خوب بود یا بد بوده، چون تقریبا رنگ اوکی گرفتم و رنگی که گرفتم در حد الیت پارسال بوده جوایزش، و می‌خوام ببینیم که شانسمون چجوریه، آیا بازیکن خوبی از توی این پیک و پکایی که داریم می‌زنیم یا چی. پس پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو رو ببینید، و خودم که واقعا استرس گرفتم نمیدونم چرا. قبل اینکه پیک و پک ها رو بزنیم، تیمی که این هفته باش بازی کردم و بهتون نشون میدم و بعد میریم سراغ پک و پنینگ. پس لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا، بریم یه لحظه اینجا رنکی که توی ویکند لیگ هفته پیش زدم و بهتون نشون بدم. الان همونجوری که میبینید باید دوباره از اول پلی آف بازی بکنم تا بیام و رنک 2 رو حداقل بگیرم، این بج کوالیفایو بگیرم تا بتونم هفته بعد ویکند لیگ بازی بکنم، که خب سیستم کوالیفای شدن و جوایز رو توی ویدیو جدا گذاشتم واسهتون، اگه ندیدین حتما ببینید. و رنکی که این هفته تونستم من بگیرم رنک 3 بودش، که خب گفتم از تا رنک 4 خیلی گرفتنش راحته و از رنک 3 یه کوچولی گرفتنش سخت میشه، ولی جوایز رنک 3 2 1 خیلی خوبه نسبت به سه تای قبلیش، و ما رنک 3 شدیم که در واقع میشه 8 برد و 12 باخت، که من 8 6 زدم، یعنی 8 تا بردم 6 تا باختم، و چون نمیخواستم و واقعا حوصله و وقتشون نداشتم که ترای کنم واسه رنک بالاتر، یعنی رنک 2، بقیه بازی ها رو رفتم، یه گل به خودم زدم، لفت دادم و امتیازم رسوندم به 44 و رنک 3 زدیم، که جوایزی که داریم الان قرار باز بکنیم ایناست، که 35 کوین هم اول بهم دادش، چمپیونز کوالیفیکیشن پوینت بهم دادش، که خب این یعنی دیگه نیازی نیست رایولز بازی بکنم، ولی باید پلی آف بازی بکنم همجوری که دیدین، و یه جامبوریر پلیرز پک داریم و دو تا پلیر پیک یکی از 4، و از همه مهمتر پریمیوم تیم آف دی ویک پک، پکی که من 3 سال باز نکردم، یعنی آخرین بار که همچین پکی رو باز کردم توی فیفا 18 بود، که اصلا اون موقع سیستم ویکند یه شکل دیگه بود و اینا، اون موقع من یه بار الیت 3 زده بودم، و توی فیفا قبلی فیفا 20 که اصلا بازی نکردم، و توی فیفا 21 هم بهترین رنکی که تونستم بزنم گلد 1 بود و اصلا ترای واسه الیت و این داستانا نکردم، و حالا تو فیفا 22 هفته اول این پک پریمیوم تیم آف دی ویک پک رو داریم و میخوایم الان بازیش بکنیم. و قبل اینا بریم تیمی که این هفته باش بازی کردم و بهتون نشون بدم. همونش که میبینید اون پشت لوگو نیوکاسل گذاشتیم، فوتبالیاش میدونن چرا دیگه. آره، و این تیم این هفته ما بود که تیم بالانس و فوق العاده خوبی بود، که نمیدونم بودجه لازم الان برای این تیم چقدره، ولی فکر کنم یه کوچولو بالا باشه، چون این اشرف حکیمی به تنهایی 400 کاه، حالا ادامه بازیکنام بالاخره قیمتی دارن. و حالا بیایم از پست دروازه‌بان یه ریز درباره بازیکنه که داشتیم صحبت بکنیم. خب آلیسون رو گذاشتم دروازه‌بان چون آنتریدیبل داشتمش، و امسال من تفاوت زیادی بین دروازه‌بانا ندیدم، یعنی من دونوراما داشتم، نواس داشتم، آلیسون هم که خب فکر کنم تقریبا نزدیک 84 تا بازی داشتم، و ترشتگن هم یه مدت اوایل بازی داشتم، واقعا فرق زیادی بینشون ندیدم، کلا دروازه‌بانا خوب شدن، حالا دیگه مهم نیست شما دروازه‌بانتون کیه، کلا اوکی شدن و سیوای خوبی میکنن، و من آلیسون راضی بودم. و دفاع راستمون اشرف حکیمی همونجوری که دیده بودین تریدبل پکش کردیم، فعلا نفروختیمش چون کارت وانسوواچه و قیمتش همینجوری داره میره بالاتر، 300 کا بود الان 400 کا هم رد کرده، و اشرف حکیمی امسال با اختلاف بهترین دفاع راست بازیه، یعنی کایل واکر و کانسلو و بقیه بازیکن‌ها یه لول این پایین‌ترن، و لحاظ سرعتی، دریبلینگ و همه چی اشرف حکیمی امسال بهترین دفاع راست بازیه، و خب کارت گلدش هم الان فکر کنم 178 کا باشه قیمتش، و واقعا هم کارت خوبی بودش، ازش راضی بودم. بعد از اون مارکینیوس که فوق العاده دفاع خوبیه، بهتون پیشنهادش میکنم، خیلی خوبه. کیمپمبه که گاده، کیمپمبه که قبلا هم گفته بودم چقدر خوبه و چقدر گاده، ولی مارکینیوشو من خیلی باهاش حال کردم و به نظرم ترکیبش با کیمپمبه ترکیب خوبیه، چون یه کوچولو فیزیکش پایینه و از اون طرف کیمپمبه فیزیکش خب خیلی بالاه، و به نظرم ترکیب این دوتا خیلی خوب شده، و این دو نفر تو دفاع وسط من به شدت بهتون پیشنهاد میکنم، و خب لینک کردنشون هم که خیلی راحته، دروازه‌بانای خوب داری پاریس سن ژرمن، و مثل من میتونید از واینالدوم هم استفاده بکنید. و اینجا اسپینازولا رو داریم که اولین بار بودش باش بازی کردم تو فیفا امسال، کارتش فوق العاده خوبه، یکی از بهترین دفاع چپ هاست، که خب تئو هرناندز و دیویس فکر کنم فقط از این بهتر باشن، و مندی،
و راحت رنک 3 یا 4 رو داره تو بهترین دفاع چپای بازی و کارتش خیلی خوب بود و روش کمیستری استایل پاور هاوس انداختم چون کمیستری استایل دیگه نداشتم. خب خوب بودش، دیفندینگ و پاسش رو بردیم بالا چون یه کوچولو تو لانگ پاسا و ناش یه کوچولو به نظر من اذیت می‌کردش، خیلی خوب شدش با این کمیستری استایل و کارتش کارت فوق العاده خوبی بودش و راضی بودم ازش. رناتو سانچز هم واسه این ویکند لیگ خریدم و اولین بار بود که تو این فیفا باش بازی کردم، اونم خیلی خوب بود، همون رناتویی بود که انتظارش داشتیم. و نکته جالب کمیستری استایل گاردینه که روش انداختم، تستش بکنید اگه رناتو دارین، گاردین رو روش تست بکنید، خیلی باحال بودش، واقعا کمیستری استایل خوبی بودش. شادو خوبه واسش یا کمیستری استایل دیگه خوبه، حتی هانتر هم واسش خوبه، ولی به نظر من سرعتش خوبه، فیزیکش هم خوبه. به نظر من دیفندینگش نیاز بود که یکم بیاد بالاتر و دیفندینگو 10 تا میاره بالاتر این کمیستری استایل گاردین، و از اون طرف دریبلش هم خیلی میاره بالا، مخصوصا بالانسشو که بالانس تقریبا نزدیک 95-6 میشد و خیلی خوب بود و واقعا راضی کننده بودش و خوب بود تو این بازیایی که کردم، واقعا کارو درآوردش. و واینالدوم هم که انقدر خوب بود کارت گلدش، اس پی سی وانسواچشو بستم به امید اینکه آپگرید بشه و کارتش فوق العاده خوب بود و پیشنهادش میکنم. و نکته جالبه این تیم که توی تیمای قبلیم، خب تا الان این بازیکنایی که دیدیم تو همه بودن، مثلا دفام همین بودش یا واینالدوم از اول فیفا بودش یا دیونگ از اول فیفا تو تیمم، فکر کنم بیشترین بازیو تو تیمم داره 113 بازی، و اینا تغییر خاصی نبودن تو تیم، ولی تغییر جالبی که این هفته داشتم ایموبیله بود و فوق العاده کارتش خوبه، یعنی من فکر نمی‌کردم اینقدر خوب باشه. ببین به قدری خوب بود که من هالندو خریده بودم واسه این ویکلی کلن انداختم بیرون، یعنی اصلا یه سطح دیگه است ایموبیله، نمیدونم چرا هر شوتی باش میزنی گل میشه لامصب و واقعا گلای به موقع خوبی زدش و کمیستری استایل انجین به شدت واسهش پیشنهاد میشه. همه فکر میکنن هانتر روش جوابه، ولی نه، سرعتش واقعا خوب و اذیت نمیکنه و با یه انجین یه کارت فوق العاده خوب میشه و پیشنهاد میکنم اگه سری آ دارین یا لینکشو دارین تستش بکنین. امسال ایموبیل کارتش واقعا کارت خوبیه و من که به شدت ازش راضی بودم و دقیقا تو بازی آخری که برد حتما نیاز داشتم توی ویکند لیگ هتریک کرد، 3 تا گل پشت ایجه زد بدون تایم سبز و هر چیزی، یه شوت عادی با پای راست زدم زارت و زورت گل میشد، واقعا خودم مونده بودم و واقعا خیلی خوب بود و حریفم تو همون نیمه اول لفت دادش به خاطر گلایی که زد. و بهترین گلزن اونم که عثمان دمبله است، 72 بازی 61 گل، که خب دمبله است دیگه، همه میدونن که تو فیفا چقدر کارت خوبی داره. و پدرو هم که اسپیسیشو بسته بودیم 50 بازی رسیده، 32 گل زده و 21 پاس گل، آمار خوبی داشته و کارت همونقدر که هم روز اول گفتم واقعا خوب بود و کمکم کرده و واقعا تیمم تیم بالانس خوبی شد و ویکند این هفته خیلی خوب بود واسم. حالا باید ببینیم تو ویکند هفته بعد چه جوری میشه و چه تغییرهایی باید بدیم و فورمیشن این گیممونم یه لحظه نشون بدم و بریم واسه پکا. فورمیشنی که این گیم بازی میکردم این بودش توی این هفته که پدرو سی ایم بازی میکرد، ایموبیل دمبله مهاجم نوکان بودم و سه تا هافک داشتم، واینالدوم، دیونگ و رناتو، سه تاشون هم توپگیر و همین این باعث میشد که پرسی که میکنن توی وسط زمین کلن پاسکاری حریفمو نابود میکردش، یعنی همین این باعث میشد که همه توپا رو قطع بکنم و ضد حمله و این داستانا دیگه و واقعا تیم خوبی بود. حالا درباره تاکتیک و اینا به زودی توی همین هفته یه ویدیو مفصل میذارم، بهترین تاکتیکا، بهترین اینستراکشن ها و بهترین فورمیشن ها رو توضیح میدم توش، خیالتون این قضیه راحت باشه. و دیگه به نظرم بریم سراغ پیک و پک، استرس دارم همونجوری که اول ویدیو گفتم و بریم ببینیم چی میشه. خب آقا دو تا پلیر پیک داریم و ببینیم که پلیر پیک های هفته اول ویکند لیگ قراره بهمون چی بده از تیم آف دی ویکی که الان تو پکا هست میده. و خب سون هیونگ بین هستش، سوارس هست، فودن هست و اینا خوب باشن دیگه، بقیه ریتشون حالا بعضی خوبه ولی در کل دیگه بازیکن به درد بخور نداره، این سه نفر خوب باشن، تازه سوارز هم زیاد به درد بخور نیست. و ببینیم چی میده. آقا بریم واسه اولین رد پیک فیفا 22، میخوام اینو بزنم، واقعا استرس دارم ولی بریم واسه اولین رد پیک فیفا 22، لیتس گو. آقا نات بد، آقا نات بد، دبلیو نمیدونم دبلیو یا چی، ولی لوئیس فاکینگ سوارز آقا عالی،
عالی به نظرم برای شروع رتبیکا چی بهتر از این؟ آقا سوارز گرفتیم، هیچی نگو، چه کارتیه. احتمالاً تیمم یه کوچولو تغییر بدم باش بازی بکنم. سی ام خوبی به نظرم میتونه باشه، خیلی خرشوته، میخوامش. آقا نات بد، انصافا نات بد. اگر تو رد پیکاتون اینو زدین، بدونید که کارت فوق العاده خوبیه، در حد رناتو سانچز حتی بهتر، و پیشنهاد میکنمش. اگه مثلا بهترین گزینه این بود حتما برش دارین و به درد میخوره. آسپلیکوتا و وندلم که به درد نخورن. و آقا لتس گو، اولین رد پیک امسالمون واقعا خوب بود، حالا بریم واسه رد پیک دوم. و چشا بسته. این خوب نبود، این بده، این بده دیگه، میدونی اولی خوب بود ولی این بده. وندل هست، این یارو فستنش دستش، وایت هست، وایت رو برداریم، مثل اینکه وایت میشیم، قشنگ سفیدی میاره به کلابمون، مثل اینکه میتونیم وایت رو برداریم چون بقیه بازیکناش انصافا به درد نمیخورن. حاج آقا سفید رو برمیداریم ببینیم چیه. و رت پیک های هفته اولمون اینجوری بود. آقا نات بد، لوئیس سوارز و داداشمون سفید. بریم حالا واسه پکا، به نظر من که خوب بود، من راضی بودم. حالا بریم ببینیم پکای تیم آف دویک و جامبومون چی میده. به 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 به، جامبو ریر پلیرز پک داریم که خب تا الان دو تا جامبو زدیم که یکیش آگوئرو داده، یکیش هم خیمنز داده 84، که خوب نبود و آنترید هم بوده. و این اولین جامبو ریر پلیرز تریدبل امسالمونه، ببینیم که تریدبل چیز خوب میزنیم یا نه. و ایشون هم که پریمیوم تیم آف دی ویک پک، سه تا بازیکن تیم آف دی ویک فروشی توشه. و بریم واسه جامبو ببینیم پریویو پک داریم، اول بزنیم پریویو پک داریم یا کردیم که درست نبودش، آچربی گرفته بودیم پریویو پک. و لیتس گو آقا، بریم واسه جامبو ریر. خدا یه بازیکن خوب بده. یعنی واقعا امسال اسکمه، امسال اسکم. اوه ورنر، آقا نات بد، نه خدایی نات بد، داشتم قور میزدم فکر کنم 20 کا باشه ورنر، 30 کا میگیم، بهترین حالت میگیم 30 کا هستی. و ماینان هم که هیچی در واقع، انکونکو هم که هیچی، خونه نات بد، به نظر من نات بد. حالا خیلی پک خوبی نبود و میتونستیم حداقل اسپیشیال یه چیزی بزنیم ولی نداد. کاما وینگا هم توشه و من راضی بودم، پک خوب نبود ولی بدم نبود نسبت به جامبوهایی که قبلا زده بودیم. و آقا ایکاردی تو جامبو نباشه من شک میکنم، اصلا داشتم نگران میشدم که اومد، خدا رو شکر. ایکاردی، دیابین، آنگولان، رودریگو، رودیا، سانچز، تونرگا، اوکی، اینا هم همه بازیکنایی بودن که دابلیکیت بودن و داشتیمشون و خوب که نبود ولی بدم نبود انصافا. و بریم حالا واسه پک اصلی امشب، پریمیوم تیم آف دی ویک پک. آقا پک رو وا میکنم، میرم طبق معمول یه دور میزنم میام و امیدوارم که برگردم سورپرایز شم دیگه، حداقل واک اوت باشه دیگه. و لیتس گو، با انگشت کوچیک دست چپ میخوام بزنم. ببین آه، خدافظ. رحمانی، جدی؟ داداشم وایت، دانجوما هم دابلیکیت، وایت، رحمانی، دانجوما، سه تاشم باید کویکسل کرد در این حد بهتون بگم، سه تا کویکسل 9800. حالا روندش میکنیم میگیم 10 کا، سه تا 10 کا 30 کا، یعنی تو بهترین حالت ما 30 کا این پک زدیم. نها کن، تازه 30 کا هم نیست، 28900 30 کا نتیجه بازی کردن و هرس خوردن های ویکن لیگ هفته اول ما بودش. البته یه ورنر هم زدیم اونجا 30 کا، حالا میگیم جامبوه رو بچلونیم و همه بازیکناش هم بفروشیم یا این ورون ورشون کنیم، نهایتا تو بهترین حالت با اون 30 کایی که خود
اما اول تو جوایز 35 کا دادش، به نظر من 150 کا زدیم، ولی خب بازم کمتر. بهترینش سوارز بود، بهترین اتفاق امشب به نظر من سوارز بود. این ستاره هم بذاریم اینجا، ناشکری نکنیم آقا، ناشکری نکنیم. برای هفته اول به نظر من خوب بودش، جایزه ها متعادل بودش. و آقا لویزی تو هم بیاریم اینجا، همینجا بودش دیگه نهاش. آقا لویزی تو یه هانتر روش بندازیم ببینیم چی کار میکنه دیگه. به نظر کارت نات بدی بیادش، حالا تیممون هم یه شرایطیه که احتمالا بتونیم لینکش بکنیم و احتمال زیاد یه یورنته چیزی واسهش بخریم و بازیش بدیم، حالا ببینیم چی میشه. و این بودش پلیر پیکا و پکای هفته اول ویکند لیگ که قرار بود استریمش بکنم. میدونم قول داده بودم استریمش بکنم، ولی گفتم چون هفته اوله و اینجوری به هم ریخته بود و وسط هفته بودش، واقعا برنامه استریمم جور نشدش و گفتم هفته اول واسهتون ویدیو یوتیوب بذارم و از هفته بعدو سعی میکنم حتما استریمش بکنم، مثل پارسال که همه ویکند لیگا رو جوایزش تو استریم باز میکردم. و ببینیم که چه جوریه، فکر کنم استریم باز کنم سفیدتر باشم تا اینجا. ولی این بودش جایزه‌های ما، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه شما هم چیز خوب و خفنی گرفتین حتما تو کامنت ها واسم بنویسین. و دیگه بیشتر از اینم حرف دیگه نمیمونه. اگه هنوز کانال منو سابسکرایب نکردین همین الان سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک بکنید و تا میتونید کامنت بذارین. و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینک پن و تا ویدیو بعد فعلاً.